انتخابات یک فرصت بزرگی است که در اختیار یکایک شما مردم عزیز و شریف ایران هست که بتوانید برای آینده خودتون فرزندانتون و ایران عزیز ما تصمیم بگیرید رئیس جمهور مسئولیت های سنگینی دارد که باید این بار سنگین را با کمک دیگران به دوش بکشه لذا انتخاب شما عزیزان در این مقطع بسیار مهمه رئیس جمهور یکی از مهمترین وظایفش در این شرایط سختی که امروز داریم حتما توجه و تحول در حوزه اقتصاده به ویژه برای خانواده های محروم برای عزیزان برای کارمندان برای کارگران برای پرستاران مخصوصا در مددجویان کمیته حضرت امام مددجویان در مجموعه سازمان بهزیستی اونهایی که به حال حقوق ثابتی دارن و با تورم فاصله ایجاد میشه و آسیب میبینه رئیس جمهور باید به گونه ای عمل کنه و به گونه ای انتخاب بشه که زامن حل این مشکلات بشه البته بدون شک با کمک خود مردم که این کار انجام بشه امروز بازنشستگان در بخش لشکری کشوری تامین اجتماعی عزیزان ایثارگران این روسا همه با این مشکلات با اونها روبرو هستیم که این کار رو انجام بدیم خب ما در دهه 90 شرایط سخت رو گذروندیم از جهت اقتصادی رشد متوسط سالانه ما یک درصد نقدینگی ما 26 برابر خب یه حاکی از یک اقتصاد سخت و دوزه مشکلات بود ما دوره کرونا رو گذروندیم همینجا باید بگیم واقعا هم پدران و هم مادران خانواده مخصوصا مادران خانواده و زنان ایرانی ما هم کار تربیت و آموزش و حفظ بچه ها رو در اون شرایط دنبال کردن هم به تعبیر ما مادر خرج خونه بودند و محور حزینه ها با مشکلات اقتصادی الان وقتی است که باید جمران بشه در برنامه هفتم که کار مشترک دولت سیزدهم و مجلس یازدهم هست و امروز تنها سند ماست که میثاق ملی ما هست که باید او رو اجرا کنیم لذا رئیس جمهور باید با دقت هم حواسش به سفره مردم باشه هم حواسش به رشد اقتصادی و مخصوصا به پروژه های کلانی که بتونه این کار رو انجام ده بنده معتقد هستم که ما باید قفل این توقف رو بشکنیم و کاری رو که دولت سیستان شهید رئیسی این کار رو شروع کردن و پیش بردن اون رو ادامه بدیم نقاط قوت رو تقویت کنیم ضعفای اون رو برطرف کنیم من بر این باورم که ظرفیت های کشور اینقدر وجود داره که ما امروز فقط حدر مستقیم در بحث سرمایه هایی که وجود داره سوونیم برابر یاران های نقدی امروزه لذا من به مردم عزیزم عرض میکنم کارمندان شریف، سی کارگران و زحمت کشان، بازنشستگان، قشر محروم در دولت خدمت و پیشرفت همه ما با حضور و مشارکت شما و سرمایه گذاران اقتصاد قوی رو به دنبال خواهیم کرد که در هر صورت دولت بتونه حقوق عزیزان رو متناسب با تورم پیش ببره و او قدرت خرید رو حفظ کنه تورم به اضافه رشد اقتصادی خیلی که رشد اقتصادی طبیعتا باید هم سرمایه گذار بهره ببره و حموم مردم